چرا فقر احمق میکنه؟ این عنوان یک کتابیه که ترجمه شده و کتاب جالبی هم هست. توی چند دقیقه میخوام بگم داستانش چیه؟ خیلی کوتاه، خیلی کوتاه و قطعا مطمئنم میفهمید کل داستانشو و به نظر من حتی شاید بتونید نیاز نباشه دیگه اون کتاب بخونید. هرچند که کتاب خوندن بد نیست ولی خب ذخیره تایم داشتن هم خیلی خوبه دیگه. ببینید ما مغزمون یه قابلیت خیلی جذاب داره. قابلیت چیه؟ اینه شما هر زمانی که میبینی وقت زیقه تایم نداری، مثلا مثل شب امتحان، یهو میبینی که کل جزوه کل کتاب شب امتحان میخونی، یهو میبینی توی یه شب قوقا میکنی. خب مثال های مختلفی داره ولی جذابترین و ملموسترینش همین داستان است. خب الان این قابلیت خوبی به نظر میرسه که ما وقتی میبینیم گیر افتادیم و گرفتار شدیم، مغز یه جوری سی پی یو رو در واقع مجبور میکنه، متمرکز میکنه روی داستانی و همه چی رو خاموش میکنه. سی پی یو ما داره بالاخره تو زمینای دیگه هم فعالیت میکنه دیگه. حواسمون باشه، نوتیفیکیشنمون، دوستامون، مادرمون، یه مثلا مهمونی می‌خواستیم بریم، خاطرات، همه چی اینا هستش و خوبه که این اتفاق داره میفته. ولی تو این شرایط سری همه رو خاموش میکنه، مثلا معطوف به اون درس میکنه. ما میبینیم تو یه شب امتحان جمع میکنیم، اوکی میشه و امتحان هم مثلا پاس میشیم، مثلا یه نمره 14-15 میگیریم و تمام میشه. حالا به خدمت شما عرض شود این یه قابلیت در ظاهر مثبته، ولی گاهی اوقات ما وقتی به مشکل میخوریم، مشکلات طولانی مدت مثل بیماری، مثل مشکل مالی خوردن یا مثلا فقیر شدن، داره یکم کلمش یه جوریه ولی واقعا همین دیگه، کسی به مشکل مالی یهو میخوره، یهو داراییش کم میشه، داره میره به سمت فقر و فقیر شدن. میاد چه اتفاقی میفته؟ دوباره مغز ما اتومات میره روی اون حالت سی پی یو تمرکز کردن رو پول و یه کاری میخواد بکنه فقط این پول رو در بیاره. خب در ظاهر خوب به نظر میاد ولی نه، خوب نیستش. چرا؟ چون وقتی ما تمرکزمون رو سی پی یومون رو از همه چی خاموش میکنیم و تمرکزمون میذاریم این قضیه پول و کار و این حرفا، یهو یه سری مشکلات واسمون به وجود میاره، ما رو احمق میکنه. چرا احمق میکنه؟ چون حواسمون از یه سری چیزا مثل خانواده پرت میکنن، ما رو حواسمون از حتی کار خودمون تو اون کاری که داریم انجام میدیم، یعنی سعی میکنیم چجوری بیشتر پول در بیاریم، چه فکر میکنیم که چیکار کنم امروز من یک قرن 2000 بیشتر در بیارم، ولی از خود اون کاره شاید حواس من پرت بشه و خروجیش این میشه عملکرد من پایین میاد، دوباره من فقیرتر میشم. میدونی چی میخوام بگم؟ مثلا شما فرض کن مثلا یه گوشت فروشی دستم داری، خب قصابی، خب این مشکل مالیه رو خوردی، داری اینو قطع قطع میکنی، یهو مثلا مشتری میاد میگه که چرا مثلا اینو مثلا خورشتی کردی، من اینو میخواستم استیکی کنم، دستوری که شما حواست پرت بوده. یا مثلا یه فردی هستی تو خونه زندگی خودت، داری به این قضیه فکر میکنی که من چیکار کنم، اوکیشم، یهو میزنی یه چیزی رو میشکونی. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ و این اون پایین اومدن عمل کرد ما تو زمینه های دیگه است که باعث شده این اتفاق بیفته و در نتیجه ما رو میبره به سمت احمق کردن، احمق شدنه. یه راهکارهایی داره واسه این قضیه، چون چند تا جهت داره دیگه. یه جهتش اینه که ما مستقیم داریم گند میزنیم به خاطر حالا اون استرسی که داره تو اون به وجود میاد. یه راهش هم اینه، یه داستانش هم اینه که ما داریم از یک سری کارهایی که باید میکردیم جا میمونیم دیگه. مثلا من استرس فقره رو دارم، از یه طرف باید مثلا میگم یه چیزی هم به مثلا مدیرم میرسوندم، یه گزارشی هم به مدیرم مثلا میرسوندم، ولی چون تمرکزم به اون پول در آوردنه بوده، حواسم از این قضیه پرت شده، یا حواسم از مثلا فلان چیز پرت شده. حالا گوشته سریع همون لحظه شما میبینید همون لحظه است، ولی یه سری چیزا بلند مدتی تره دیگه. مثلا یه کاری باید واسه فردا انجام بدی، مثلا تولد بچته. خب این احمقیت فقط تو پوله نیستش که، اون هم واسه تولد همسرته. بهترین راهکاری که واسه جلوگیری از این احمق شدن پیشنهاد شده، ریمایندر داشتنه. شما بیا ریمایندر داشته باش. ریمایندر چیه؟ یه اپلیکیشن یا یه کاغذ یا یه سررسید کاراتو بنویس، بسیار شما رو جلو میندازه. فرض کن این سررسید داری تمام کاراتو می‌نویسی، مثلا تو 27 اردیبهشت فلان روز این کارو بخوام بکنم، مثلا تو 20 روز بخوام فلان کارو بکنم. هرچند که من اینو خیلی توصیه نمی‌کنم، توصیه من از استفاده از اپلیکیشن‌های ریمایندر مثل گوگل کلندر. حالا چرا؟ چون شما با یه دکمه می‌تونید بزنی آقا این تولد رو هر سال دیگه تو تاریخ فلان ریپیت میشه. خب و هر سال تو تاریخ مثلا 27 اردیبهشت فلان تولد فلانیه. هر سال توی یا مثلا هر هفته مشت شنبه ها باید گزارش بدم به مدیرم. خب یه ریمایندر می‌زنم دوشنبه
هر دوشنبه من باید گزارش آماده کنم و بنویسم که اگه خواست یادم بره اون نوتیفیکیشن و آلارمی که رو گوشی من میاد دیگه این اتفاقو رقم میزنه که حل میکنه. روی حساب این قضیه رو از دست ندید، بسیار به شما کمک میکنه. درود. یه پلی لیست بهت دارم پیشنهاد میدم، یه دونه ویدیوی جذاب و آیدی کانالمو گذاشتم، منو سابسکرایب کن، ویدیوهای من به شدت به کارت میاد. این ویدیوها رو هم نگاه کنید، پلی لیست این ویدیوام گذاشتم، من دقیقاً متناسب نیاز شمایی که این ویدیو رو داری نگاه میکنی سعی کردم رفت بدم و این ویدیو رو بذارم اینجا. ببینید از دستش نده، ممنون میشم با کامنت گذاشتن به من انرژی بدی و سابسکرایب کنی، چون به درد دیتایی که نیاز داری من میخوام. خفه بشید.